بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم درس امروز ما در ادامه تکست باکس. ما شما در نخست یک تکست باکس، یکی از قبل از اینکه تکست باکس رسم کنیم، یکی از موضوعات اساسی خوامیدیم. بعد از ختم از این موضوعات، کار دوم از تکست باکس انجام میدیم. چی است؟ میایم در قسمت تکست باکس. و بعدا تکس باکس تولز مش ما قبلا تا اوتلاین و فله خانم حالا میم نادر اینجا داریم به نام چنج شیف. شکلش هم میخواییم تغییر بدیم، مثلا میم بینی رنگ باشن و بعد از او میگم شکلش هم باشه بینیشه. مستقیم هم خودم تکس باکس هم به شیف های مختلف میتونیم شکل بدیم. و بعد از اینجا داریم شادو. دوست دازی میتونیم سایه برش بتونیم در طرف خواسته باشه. و اگر مثلا وقتی که سایه داشته باشه خود تکس باکس میتونیم به طرف لفت، رایت، اپ، داون زیادتر قرار بتونیم. اگر بخواییم نباشن اینجا آن آفه کلک میکنیم. نیست فعلا شادو. اگر بخواییم پس شادو بگیره چکش میکنیم بشه. و بعد از اینجا داریم 3D افکت. میتونیم از این 3D افکت ها استفاده کنیم به این شکل باشه، شکل های مختلف. و همچنان میتونیم یکی از این رنگ ها شکل ها را انتخاب میکنیم، میتونیم از این رنگ میشه تغییر بدیم به اون شکل باشه که در خود صفحه براتون نشان میدن. اینجا میتونیم زیادتر و کمتر قرارش بدیم 3D افکتشن. و شکلش هم میخواییم از طرف چپ براز سنتر این موضوعات رو میخواییم تغییر بدیم. میخواییم روشنایی از کدام طرف در شدن، از طرف پایان، از طرف وسط. اگر بگیم سیک وسطش روشنتر قرار بده، نرمال ضعیفتر است، لایت رایت روشنتر، نرمال ضعیفتر، دیم بخی خیره تره. اگر بگیم دیجا سرفیس میگیم باشه به این شکل، سیکنی شکلای شرم کنید کنشان پلاستیک مثلا روشن به این شکل، شکلای متفاوت است. بعد از این نالای تکس باکس کلیک میکنیم، پوزیشن رو میتونیم در صفحه بچرخانیمش سنتر لفت رایت باشه. و همچنان این موضوعات دیگه که در قسمت رنج داریم تمام آنش در قسمت پیکچر موشون مورد و مطالعه مثل تکس راپه این موضوعات تا سایز در مجموع. میایم سر موضوعات دوم تکس باکس. کار دوم تکس باکسی است که توسط آن میتونیم یک کارت ایجاد کنیم. بالای درا تکس باکس کلیک میکنیم، بعد از یک کارت میخواییم رسم کنیم، سلیکت میکنیم، باز در درا تکس باکس میریم. پیش از اینکه ما کارت ها ایجاد کنیم اول بفهمیم کدام نوع کارت ها استفاده میشه. این کارت های اینکه فعلا ما در دفاتر ها میبینیم کارت های غیر رسمی را ما میتونیم توسط از این ایجاد کنیم. او کارت هایی که به شکل سندر قرار میگیره در کورل درا تنظیم میشه و یا در فوتوشاپ. این کارت هایی است که ما میخواییم در صفحه 4 چاپ شوه، خصوصا در نفرهایی که غیر رسمی منتها یک انتری کارت باشن، یک کارت دخولی ما میخواییم. مثل دفاترهای ساختمانی زیادتر استفاده میکنن، مثلا 800 نفر مزدور کار هستن، دلکار هستن. این کسایی است که یک کارت برشان اما قدر مثل یک شناخت کارت که به خاطر دخولی دروازه بتونن استفاده شکنن که در صفحه 4 زیادتر استفاده میشه. در غیر آن دیزاین استاندارد خود کارت فوتوشاپ و کورل درا است. بعد از اینکه ما شما کارت رسم کردیم میخواییم ایجا اگن وان باشن، نیم در انزر ایجا داریم به نام ورد آن. فعلا سعی کنیم کارسر در داخل کارت است، یکی از این نوعا رو انتخاب میکنیم، میگیم مثلا باشن افغان آیتی انستیتیو. اوکی، مجرد که رو اوکی کنم سعی کنیم کارتان مطبیاتش برابر تکس فکس شد. شروع کنیم که مطبیات کارت
خرد نشه تقریبا. پس کارسر از داخل کارت خارج میکنی، در بیرون از کارت دبل کلیک میکنی، کارسر که در بیرون قرار گرفت وزن زر یک وردار درج میکنی. بعدا اوکی. وقتی که افغان ایتی انستیتوت جا آمد و در تکس رپنگ میاییم میگیم in front of تکس، ایره در اینجا قرار میدیم و همچنان ما میتونیم که اینجا داریم یکی از موضوعات شیپا بالای وردار شیپ کلک میکنیم، میگیم باشه به این شکل سایزش را خودتر قرار میدیم. بعد از این انزر شیپ یکی از این شیپ ها را انتخاب میکنیم. و در داخل از رایت کلیک اد تکس میتونیم یک مختصر چیزی رو نشون بدیم افغان ایتی انستیتیوت، میتونیم میدونم بگیم به سنتر باشه یا این طرف لفت بعد از این میخوایم شیپ یک دیزاین بتون بالای شیپ کلیک میکنیم فرمت شیپ میگیم به این شکل یک رنگ داشته باشه. خود کارت رو جداگانه کلیک میکنیم در فرمت تکس باکس میاییم ایران یک دیزاین میدیم یا هم باشه به این شکل و در داخل تکس باکس کلیک میکنیم. فعلا کارسر در بالا قرار داره، انتر میکنیم، میگه مثلا نیم باشه. بازی جا میتونین از تب هم استفاده کنین که تب هم با شما قبلا خونده بودین پوزیشن باشه. خب میتونین فاصلهش استاندارد قرار بدین و یک موضوع موضوعات دیگه رو میتونین اینجا نشته مثل ساینس مثلا. و هر چیز بیشتر هست میتونین با سایزش از لاین سپیسینگ یا درستر و عمل انجام بدین. عکس شخص رو میخواییم دریجه باشن. خب پیش از اینکه عکس شخص دریجه باشن این حالا ما میخواییم 200 قطعه زمین کارت ما کار داریم. چطور ما کپی زیر رو میتونیم بگیریم؟ ما نمیتونیم سلکت آل کاپیش کنیم. به خاطر کاپی گرفتن یک طریقش در قسمت هم هوم ادیت سلکت آبجکت هست. طریقی دیگهش تکست باکس را کلیک میکنیم، یعنی خود کارت از کیبورد شفت فشار میگیریم، قسمت عکس را کلیک میکنیم جداگانه، آتو شیپ را کلیک میکنیم و وردار را کلیک میکنیم. بالای وردار آمده و کلک میکنیمش. بعدا از کیبورد کنترل فشار میگیریم، بالای کارت هومی طرف چپ ماوس فشار میگیریم یا کپیش میگیریم. بعد از این باز به می شکل شفت فشار میگیریم کارت دوم قسمت پیکچرش آتو شیپ و وردار تا اینال باز کنترل فشار میگیریم یا کپی دیگه شه به می شکل و همچنان امید اخم شفت افشار گرفته هر چارش تسلیف کنین کنترول افشار بگیرین کپی دگیج گرفته میشه. میخواییم اکس هر نفر ایجا میتونین نامش هم نشته کنین پوزیشنش هم ساین هم مثلا مزبر از انجام بده. میخواییم اکس شخص ایجا باشه. بخاطر اکس شخص ای تکس باکس کلیک میکنیم و بعد از این میاییم در تکس باکس تولز فرمت
اینجا ما داریم فلم، شیپ فلم، پیکچر و پیکچر شخص مثلا میگیریم، میگیم از مای داکومنت، مای پیکچر، اینی پیکچرش هست، انزرت. مجرد که انزرت کنیم پیکچر در شد. امی رقم از هر یکی را جداگانه برش میتونیم پیکچر بدیم. و حالا میخواییم در عقب کارت هم یک چیز نشته باشه. بعض اوقات در بعض جای بعض شرطی ها نشته میباشه. نه این در صفحه دوم. صفحه دوم ایجاد شد بعد از این تنها تکس باکس را کلیک میکنیم. چرا که با یک سایز باشه. کنترل افشار میگیریم تنها تکس باکس ها دیگه موضوعات شانه همی خود کارت عمومیره طرف کنترل افشار میگیریم طرف چپ ماوس افشار و ازی یک کپی میگیریم بعد از این مایی رو میاریم در صفحه دوم در صفحه دوم آمدیم یاره کلیر میکنیم یک انفارمیشن هست طرف چپ افشار میتونیم باز میگیم یه این موضوعات ما مطرح کردیم مثال دارم فقط چطوری در پشت کارت اول چاپ شدن فعلا ما امی شفت افشار میگیریم از کیبورد یا رو خودش سلکت میکنیم جدا جدا و این کارت هم همچنان بعد از این کنترل افشار نمیگیریم چرا که ما نمیخواییم کپیش بگیریم طرف چپ ماست افشار میتیم میده میاریم بیجه فکس میسازیم با شما میتونین یک جای استاندارد با اساس خطکش قرار بدیم روی کارت فعلا در صفحه اول است و پشت کارت هم امی رقم یک دو سه چهار هر چقدر کسی را فکس میسازیم در اون جایی که کارت قرار دارن و اینجا همچنان ما داریم خطکش میتونین در خطکش ستش کنیم در خطکش در کدام قسمت خطکش در صفحه اول روی کارت قرار دارن و در صفحه دوم در کدام قسمت خطکش پشت کارت قرار دارن باز ما میتونیم که بیاییم در اینجا و پرنتش کنیم بالای پرنت کلیک میکنیم حالا برش میگیم اول صفحه تاق پرنت شد در صفحه تاق رویای کارت است رویای کارت که پرنت شد بعد از این ما شما قبلا این را خوانده بودیم میگیم ایون پیج صفحه جفته پرنت کنه صفحه جفته باز مستقیم هم در کجا پرنت میکنه در پشت سر صفحه تاق یعنی پشتای کارت در صفحه جفت قرار داشت در پشت صفحه تاق چاپ میشه یعنی استاندارد از لوکال میتونین استفاده کنید که ما شما قبلا خوانده بودیم و این بود یکی از موضوعات کارت اگر بخواید کپیش بگیرین امید خم شفت افشار گرفته چندین کپیش میتونین انجام بدین بعد از این میایم در مینوی انزرت ایچه ما داریم کویک پارتس توسط کویک پارتس کدام عمل انجام میشه در قسمت هیدر اند فوتر هم خوانده بودیم مثل کمپانی و این آتور و نویسنده و چیزها رو کلک کنید مستقیم در کجا درش میشه در داکومنت چیزایی که یعنی استاندارد جای نشته شد مثلا این کمپانی نیم کلک میکنید نام کمپانی آمده یک نامش نشته میکنید موضوعات استاندارد است و ما یکی از تکس ها نشته میکنیم در اینجا فعلا مثلا ما 23 صفحه داریم ما میخواییم که شکل اوتومات سکرولنگ صورت بگیرم به شکل اوتومات در این صورت گرچه ما میتونیم از اینجا از طرف راست داکومنت سکرول کنیم منتها وقت در بر میگیرم ما میخواییم سهولتر از این استفاده کنیم در این صورت میاییم در قسمت فیلد کویک پارتس فیلد فیلد همین رقم چیزایی که ما مثلا در اینجا میخوانیم مثل کامنتس هست و کامپیر هست و چیزایی که میخوانیم کلش در اینجا به شکل اوتومات صورت میگیره حالا در قسمت کتگوریز داکومنت اتوماسیون
انتخاب میکنیم، مکرو بتن. بعد از این در مکرونی انتخاب میکنیم به نام آتو اسکرول. آتو اسکرول کلیک میکنیم، امی نام در دسپلی تکس نشته میکنیم آتو اسکرول. بعد از این دفیل کود ایجا میگیم دابل کوتیشن آتو اسکرول، دابل کوتیشن بعد هم میگیم اوکی. ایجا برای ما ظاهر شد وقتی بالای سی دابل کلک کنم یک اسکرولینگ ایجا صورت میگیره. خب وقتی بالای آتو اسکرول دابل کلک کنیم ایجا برای ما ظاهر شد. سعی کنین خودش مثلا یک شادو همچنان داره، اگر میری از شادو زیاد وقتی که به طرف بالا برم اسکرول به شکل اتومات صورت میگیره، اگر زیاد قرار بتمش صورتش زیادتر میشه. اگر مثلا ما بخوایم به طرف پایان اسکرولینگ کنیم میره آتو اسکرول میگیره، از قسمت شادو مساوی که هستن به طرف پایانی را قرار میدیم، اگر فاصلهش زیادتر قرار بدیم صورتش زیادتر میشه. یا با مثل از این توسط فیلد ما میتونیم بعض چیزهای شرکت های دیگر را، البته در صورتی که باز ما در ویو میخوانیم فول اسکرین کنیم از یا استفاده میکنیم که در فول اسکرین ما اسکرول بار این موضوعات هم گرچه از ویل ماوس میتونیم عمل انجام بدیم. یک سهولت هست در دکومنت میخوایم مثلا مینیمایز و مکزیمایز اینی چیزها را در بساس تکسی جا انجام بدیم، میتونیم به این در قسمت کویک بار فیلد و بعد از او دکومنت اتوماسیون مکرو بتن اینجا مثلا داریم اپلای مکسیمایز مینیمایز، یک جایی که موف کنیم یک چیز را اینی چیز هست که به شکل اتومات من اینجا فعلا نیره انتخاب میکنم و اینجا نشتهش میکنم اپلای مکسیمایز، مجردی که اوکی کنم در اینجا درج شد چی شد؟ مکسیمایز. پس که بالایش دبل کلک کنیم اینی چیز هست که در فول سکرین اگر قرار داشته باشین میتونین در از تکس عمل انجام بده. و تمام چیزهایی که ما مثلا در اینجا عمل انجام میدیم کل به شکل اتوماتیکیش در قسمت کویک پارتس و در فیلد قرار داره. هر عمل میتونین به اساس تکست تطبیق کنین، میتونین از فیلد ستش کنین. بعد از این ما در قسمت انزرت کاور پیج جای استاندارد کاور پیج شارکتش در اینجا است و استانداردش در قسمت کویک پارتس ما داریم به نام بیلدینگ بلاکس ارگنایزر. کلیکش میکنیم که در این شکل یک مدل رو خوانده بودیم همچنان در اینجا جای استانداردش است قرار داره. که این همی شکل مثلا ما داریم در قسمت کاور پیج همون شکل رو مدل ایجام داریم همون شکل که در اینجا قرار داره. و بعد از این کویک پارتس کویک خودش زود کار کجا استاندارد است همو عمل ها رو میتونه به شکل استاندارد یعنی زودتر نسبت به جای استانداردش قرار بده. اینجا داریم get more on office online. آنلاین یعنی میگیم اگر ما بخوایم که از قسمت building blocks organizer یا چیزی که رابطه با quick sport است موضوعات بیشترش بخوایم دریافت کنیم یا کدام چیز جدیدترش هم میتونیم از طریق آنلاین از یک وبسایت خود مایکروسافت دریافتش کنیم. وقتی بالای زی کلیک کنین صفحه وبسایت براتون ظاهر میشه در صورتی که ما کنک باشیم، چون از اینکه موضوعات آنلاین get more on office online آنلاین در صورتی که ما در انترنت نباشین بدون انترنت نمیتونین آنلاین بسلا قرار بگیره و یا صورت. بعد از این داریم ورد آرت. پیش از اینکه ورد آرت استفاده کنیم وظیفه چی است؟ توسط ورد آرت ما میتونیم یکی از عنوانهای متن خدا به شکل دیزاین استفاده کنیم. البته تنها به خاطر عنوان به کار میره، به خاطر محتویات داخلی تکست بر 100 صفحه مثلا یا 50 صفحه کاربرد نداره، تنها عنوان به شکل دیزاین میتونیم استفاده کنیم. به این صورت میایم در قسمت ورد آرت. این شکل های مختلف است، یکی از شکل ها رو انتخاب میکنیم مثلا کلیک میکنم your text here، تکس خود را نشته میکنیم امو تایتل که ما داریم میگیم افغان ایتی انستیتیوت. بعدا میتونین فانت یعنی دیزاین نشیش تغییر بدین، سایزش بولد ایتالیکا میتونین انجام بدین. بعدا میگیم اوکی. مجردی که اوکی کنیم بر ما در این قسمت یک عنوان ظاهر شد اما یک دیزاین هم به خود داره.
به می شکل وقتی که ورد آرت ظاهر میشه اینجا ورد آرت تولز بر از این فرمت موضوعات بیشتر مدری قسمت داریم. اگر بگویم ادیت تکس، ما می خواهیم افغان آی تی انستیتوت یک تغییراتش بیاریم، مثلا انستیتوتش میگم نباشه، یا می آی تی انفورمیشن تکنولوژی، یعنی در خودش تو ما در تکسش تغییرات میاریم، میگم ادیت تکس، کلیک میکنیم میگم افغان انیمی انستیتوتش نباشه، تا ای که ما جدید بیارم خودش ادیت کنیم. و اگر بیایم اینجا داریم اسپیسینگ، اگر بخوای نکست رو اضافه کنیم باز برش میگن ادیت تکس، میگم باشه در پولی ازیام انستیتوت انستیتوت اوکی. بعد از این اسپیسینگ فاصله، اینجا ما داریم تایپ، فاصله که بین تکس قرار میگیره با چقدر فاصله باشه. قبل از این مثلا یکی از شکلای دیگه رو میارم براتون در اینجا، فعلا میگم شکلش باشه به این شکل، فاصله که بین دو حروف است اینجا رو متوجه باشین، اسپیسینگ میگم very tight، نزدیکتر tight نسبتا نرمال به شکل استانداردش است، لوز دورتر قرار میگیره فاصله بین حروف، very loose دوگام دورتر. و اگر بیاین در این قسمت بگیم current character pairs، امی چک است که ما عمل از این مستقیم بالای زی میتونیم انجام بدیم، در غیران باز مسج براتون میده یست نو های میخوای عمل تطبیق شد یا نمیخوای و یا به شکل نرمالش. بعد از این دریجه داریم به نام ایوان های، سعی کنین ای اف بعد از اون جی از اف کرده پوینتر است از نگاه امو کرکتر رایتنگ، میخواییم به یک لیول جور شد کل از این امی پوان و بالای که است در یک لیول سچه بالای از این مجالت که می کلک کنم تماما عروف ها صرف پوان و بالا در یک لیول سچد، خود به خاطر دیزاین انوان ها موازی استفاده می کنیم. پس اگر کلک کنیم به مشکل استانداردش می خواییم افغان آی تی انستیتوت فعلا آریزونتال خوانده می شه، می خواییم از صرف بالا به پوان خوانده شه ورتیکل، اینجا ما می تانیم برش قرار بتیم ورد آرد ورتیکل تکس که کلک کنیم آل افغان آی تی انستیتوت به شکل خوانده می شه. پس کلک کنیم آریزونتال و اینجا ما داریم سنتر، لفت، رایت، هم از اینجا میتونین و همچنان بالای خود وردارت کلک میکنین داریم تکس رپنگ، میتونین اسکویرش کنین و بعد از اون خودتان میتونین لفت، رایت و سنتر قرار بدین. اگر بخوایم مستقیم هم دیزاین از چنج کنم، اینجا داریم وردارت استایل، بالایش کلک میکنیم یکی از شکل را انتخاب میکنم مستقیم بالای خود افانویتی تطبیق میشه و شکلهای متفاوت ما داریم در اینجا میتونیم استفاده قرار بدیم به این شکل میگیم باشه. و درس ما امیجا به پایان میرسه.